حسام الدین آشنا قربانی یا عامل انتشار فایل صوتی امروز به دستور روحانی علی ربیعی با حفظ سمت جایگزین حسام الدین آشنا شد. مشغول زنبه این اگر فکر کنید حسام الدین آشنا نقشی در انتشار فایل صوتی داشت. نه، فایل صوتی توسط استکبار سرقت شد. حالا سوال اینه که چه کسی با چه هدفی فایل رو منتشر کرد؟ از سه حال خارج نیست. اول، باند خامنه‌ای برای از دور خارج کردن ظریف از کاندید شد. دوم، روحانی برای امتیازگیری از خامنه‌ای. سوم، سرقت توسط نفوذی‌ها. هر کدوم از این سه فرضیه که باشه فرقی نمی‌کنه، یک ضربه اساسی به نظام ولایت وارد شد. به نحوی که رژیم بعد از انتشار فایل صوتی دیگه اون رژیم قبلی نیست و برکناری آشنا هم دردی دوا نمی‌کنه. جالبش اینه، گوش بدیم. این یکی از افتخارات بزرگ کشور ما هست که مسئولین ما قادرند آزادانه نظرات خود رو بگویند. البته آزادن نظر بدن، اما بعدش با خودشون.